خب دوستان، نوبت میرسه به نگاهی بر روزنامه های حکومتی و همراه هستیم با همکارم مسعود. سلام میکنم به تو مسعود. سلام امید، سلام به همه بینندگان عزیز و همه قیام آفرینان قهرمان در هر کجا که هستید. مهمترین تیترهای صفحات اول روزنامه های حکومتی امروز پنجشنبه 14 تیر، علاوه بر تبلیغات دروغین در مورد مهار قاچاق سکه و ارز و موبایل و حل مسئله آب خرمشهر، تیترهای هم در روزنامه شامل واکنش های وحشت آلود رژیم از شکست توطئه تروریستیش علیه مقاومت ایران در پاریس و همینطور نامه حمایت آمیز پاسدار جانی قاسم سلیمانی از لفاظی و تهدید روحانی برای بستن تنگی هرمز و مسیر صدور نفت هست. در بعضی از روزنامه هم سر تاکید بر حفظ برجام و ادامه مسیر مذاکره تیترهای متعددی دارن، اما اول از زوزه های اونا برای شکست توطئه تروریستیشون شروع میکنیم. ابرار: یک نماینده در اعتراض به نشست مجاهدین در پاریس، سفیر فرانسه باید از ایران اخراج شود. خراسان: سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان به وزارت خارجه احضار شدند. قدس: احضار سفیران فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان در پی دستگیری یک دیپلمات کشورمان در آلمان و همچنین کارشکنی بلژیک و فرانسه به نفع مجاهدین صورت گرفت. منظورش هم دستگیری دیپلمات تروریست رژیم. بله. آرمان: ایران نیز اعتراضات زیادی به دولت فرانسه برای برگزاری گرد همایی مجاهدین در پاریس داشت، چنانکه مجلس شاهد اعتراض به برگزاری نشست مجاهدین در پاریس بود. رئیس کمیسیون اقتصادی به برگزاری نشست مجاهدین در فرانسه اعتراض کرد و گفت اخیرا شاهد اقدام وقیحانه از طرف دولت فرانسه برای تجمع مجاهدین علیه ایران در این کشور بودیم. تأکید بر حفظ برجام و ادامه مذاکره با اروپا مضمون اصلی مطالب روزنامه‌های باند آخوند روحانی است. آرمان: روحانی: در برجام میمانیم. اخبار سند: اتریش میتواند پایگاه تعامل ایران با اروپا باشد. اعتماد: وعده اتریش به حفظ روابط تجاری و سیاسی با ایران. افکار: ظریف: اثبات کرده ایم دیپلماسی کارآمد است. روزنامه ایران: دفاع میزبان مذاکرات از بقای برجام. قانون: سمفونی دیپلماسی. مردم سالاری: پنالتی به آمریکا در وقت اضافه برجام. روزنامه های هر دو باند حاکم اذعان کردند که نامه حمایت آمیز سرکرده نیروی تروریستی قدس پاسدار جانی سلیمانی به آخوند روحانی در مورد تهدید تروریستی اون در واقع به منظور امتیازگیری در مذاکرات با اروپا است. اعتماد: اعلام حمایت سردار سلیمانی از این اقدام به خاطر این بود که دنیا بداند حرفای روحانی صرفا یک حرف سیاسی نیست و پشتوانه نظامی مقتدرانه منطقه‌ای نیز پشت سر خود دارد، یعنی کارهای تروریستی از طریق سپاه قدس و نیروهای وابسته به سپاه قدس رو داریم. بله، همیشه برای تهدید از این موضوع سوء استفاده می‌کنه. بله، با یه سناریوی مشخص. بله. آرمان: حسام الدین آشنا، مشاور روحانی: نامه سردار به رئیس جمهور مهمترین سند هماهنگی مطلق نیروی نظامی و مدیریت سیاسی کشور تحت زعامت ولایت امر برای هر سیاستی است که مصلحت نظام اسلامی باشد. سیاست روز: کارشناسان نظامی معتقدند اینکه حمایت از موضع دولت بر عهده قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته شده حامل پیام واضح به طرف غربی و به ویژه عربستان سعودی و امارات عربی متحده است که به درخواست آمریکا می‌خواهند صادرات نفت خود را
افزایش دهند. این نامه حاج قاسم نشان می‌دهد ایران برای جلوگیری از آنچه آمریکا به دنبال آن است از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند. دیگه واضح‌تر از این بگه که تروریسم و صدور ارتجاع و جنگ افروزی. اما تیترهای دیگه روزنامه‌های حکومتی پنجشنبه به بحران‌های اقتصادی اجتماعی پرداختن. آفتابی است. اقتصاد کشور در گیر و دار تصمیمات موقتی. ابرار: دادستان اصفهان همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری‌هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. ابرار: بغداد مدعی قطع آب عراق از سوی ایران شد. اقتصاد ملی: ترک تحصیل 15 تا 20 هزار دانش آموز ابتدایی در سال. جهان صنعت: سر مردم کلاه گذاشتن، ترکش سیاست‌های ارزی دولت بر بازار. خراسان: سهم مردم کلان شهرها در جیب دولت. رسالت میرسلیم: 5 سال کشور را معطل آرزوهای برجام کردند. عصر ایرانیان سعید جلیلی: 80% مشکلات ناشی از سوء تدبیر و بی ارتباط با تحریم هاست. قانون: یارانه تولید در جیب وارد کننده. خب دوستان عزیز، این بود مرور امروزمون به روزنامه حکومتی. ممنون که با ما همراه بودید. خیلی متشکرم مسعود از گزارشی که دادید.